سلام بچه ها، صبحتون بخیر. ساعت الان 7 صبح، من 6 صبح بیدار شدم و ساعت 8 صبح امروز امتحان دارم، امتحان آیین‌نامه برای گواهینامه. کلی استرس دارم و گفتم شما رو با خودم ببرم و البته طبیعتا اونجا که نمیتونم فیلم برداری کنم، ولی واقعا استرس دارم و دوست داشتم که شما هم با من باشین، یه ذره حداقل آرامش بگیرم. زیاد نخوندم چرا دروغ، و اینکه احساس میکنم که اینم چرا دارم آروم حرف میزنم، چون همه خوابن، من باید آروم حرف بزنم. همه جرومه گرفته، هوام سرد. امیدوارم که بتونم چه وقتی آینامه گواهینامه‌مو قبول بشم میتونم بعدش با رانندگی شروع کنم و بالاخره بعد از سومین بار که تصمیم گرفتم گواهینامه بگیرم، این دفعه واقعا میخوام تاج برم و گواهینامه‌مو بگیرم. بالاخره برام دعا کنید. البته موقعی که شما این ویدیو رو میبینید طبیعتا دیگه کار از کار گذشته. برو بریم. And it's a ticket talking miser for the biggies. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma. Gotta get it. Comma and a comma. Gotta get it. And it's a ticket talking miser. چیزی در مورد خود گواهینامه توی آلمان بگم که یکی از سخت‌ترین گواهینامه گرفتن‌ها و قانون‌هایی رو داره که کلاً تو دنیا هستن. نزدیک 1400-500 تا فکر کنم سواله برای آیین‌نامه، و از اون طرف خود رانندگیش کلی قوانین‌های مختلف ما داریم، کلی تابلوهای مختلفی داریم که خیلی هاش تو خیلی جاهای دنیا اصلا نیستن. از اون طرف هم قیمتش هم جزو گرونترین هاست، چون هلوهاش بین 1600-700 یورو تا 2000-2000 خوردهی میتونه در بیاد گواهینامه‌تون. مثلا همین هم گرونه هم سخته. یه خلاصه، ولی من باید این دفعه باید بکنم. باید خب اومدم من بیرون، امتحانم رو دادم و همونطور که حسم میگفت قبول نشد. ولی خودم هم یه حس نمیدونم منفی داشتم، کلن قبول نشدم، ولی اصلا مهم نیستش. دو هفته دیگه یا 10 روز دیگه دوباره میتونم امتحان بدم و امیدوارم دفعه بعد قبول بشم. الان ساعت کنم 8:45 باید باشه. دارم میام صبحونه بخورم باشم، به خودم جایزه بدم که قبول نشدم امتحانو. It's a ticket talking miser for the biggies. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I've been comma and a comma and a comma. Gotta get it. Comma and a comma. Gotta get it. آقا ما اومدیم صبحونه بخوریم. صبحونه یک آدم روپوزه. And it's a ticket talking miser for the biggies. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma. Got it. Not a video biggie. خب آقا نوبت میوه شد و با یه دونه حالت دسترمانن با آب پرتقال. نمیری و صبحونه رو بخوریم، بعدش من میخوام برم سولار. هاشم هم نمیدونم چه غلطی میخواد بکنه. سولار تو چقدر طول میکشه؟ 25 دقیقه. الان مثلا ساعت چنده؟ 10. تو بگو تا 10:30 شما سولاری میگه کشش بدیم، بعد بریم زور به انسا ادامه یه ولاگ رو هم انسا ببینید. نه بابا دیگه الان این همه خوردیم، انقدر بچرخیم تا نهار بشه. گشتمون میشه. گشتمون نیست. میکنیم شو گولشو میدی؟ الکی به خدا داره میگه گول داره میزنه. حالا ببینیم خب روزا الان به سوالات من پاسخ بده. از اینکه حساب کردی چه احساسی داری؟ راستش رو میگم یا دروغ؟ دروغ. خیلی گرون شد، من حساب کردم. میگم چه احساسی داری، نگفتم لو بده کی حساب کرده. نظر راجع به دسه چیه؟ چقدر دوربین گوشید ولی خوبه ها. خوبه بعد من میخوام 14 رو بگیرم. جان 14 رو میخوام بگیرم. من نمیخوام 14، یا عادی بگیر برام. برا من مگه نگفتی؟ روزا همه اینا رو یه نفره خوردی؟ ماشاءالله. یه سریاش هم بود. منسا میای؟ پا میشم میرم ها. بچه های عزیز و دوست داشتنی، اگر ولاگو تا اینجا دیدین، حتما جدا از ساب و لاک کامنت و اینا ولاک هم کنید. این که این
اینستاگرامم این پایینه، برید فالو کنید. اینستا بالاخره بعد از 3 ماه زدم، برو فالو کن. آفرین. جدی بفرمایید. صبحونه رو خوردیم. چقدر فسخلی شدی. صبحونه رو خوردیم، داریم میریم. داریم میریم نهار. خوش سرش هم میریم شام. داریم میریم یه لحظه. همه رو با هم بزنیم. بعدش من میرم سولار. بزن نگاه کن. با افکت. یعنی ها افکت های هاشم گاده. دو چرخه. دست زنی روش هم جنی بودی. برو. اینجا کار هست پشمام. چرا؟ خیلی؟ شیر دادی کجا؟ پشمام کجا؟ پشمام ببینم جیر خورده؟ آره بابای نوه اصلا نپوشین اون بدبخت بدبخت اون بر پشتش بابا پشتش شایسته ببینم با من ریدم ببین خواستی تنت کنی اینجوری کشیدی دستتو بابای من اصلا نپوشیدم لباس پاره بیا حالا من میرم قسمت نمیخوام من میرم قسمت بیبی ها بعد اینجا شامپوهای بیبی استفاده میکنم چون میدونستی بهترینن یعنی هیچ چیز شیمیکالی توش نیست فکت برای بچه چیز شیمیکالی اجازه ندارم استفاده کنم توش جا نمیشم وگرنه میگرفتم بدونی که لباس های بچه ها کمیکالی آشم یه دونه پستونک برات میگیرم ها بخوری آلکولی آه یه ناخونگیر خیلی باحال میدم ناخونگیر بچه؟ نه ناخونگیر خیلی باحال باید نشون بدم؟ نه نمیخوام ولی یه شامه رو بدنشون بابا بسه میخوام شامپو ما بگیرم ایه. از این گرفته بودی فکر کنم نه؟ بکن اسکل شامش خیلی خوبه نه بوش خوبه بخواهی؟ نه نه بخواه اگر حالا هی تو هم پشت سوراخ سوراخ هست یه لباس پارسال گرفتم اصلا نپوشیدم آخه الان دو بار پوشید دفعه دو بار هم بکنم پت دستی قدر گرفتم عزیزم خوشم نمیاد اینا پیر زنیه شبیه پنیره پیر زنیه دوست ندارم نه این چیز جالبه باید چیه رو میگیره و میچسبونه به خودش بابا تا هی میبکه من که سوراخه آنم به هم خورد تو این پیرزنی ها دوست داری نه رنگ های مختلف و زیبی اینم زرد داره آره زردش خوشگله ببین شبیه پنیره خوشم نمیاد بخوای موهاتو رنگ کنی بیا 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 جدا هستی آقا اگه کامنت ها به 200 تا برسه خدا بیا یه رنگ خوب برات پیدا کنم بابا بذار یه رنگ باحال برات اوه 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 پشمام هاشم جوکرت میخوای بکنم بیا جدا عجب این چه رنگ خفنیه پشمام ناجی رو هوا زدن ناجی این هاست دیگه نه داداش این ناخونگیره که من به این آها شونه دا خب که چی بشه الان ناخونگیر نه سه تا ناخونگیر یه زردشو برام بخواد برو بابا بذار سر جاش نمیخوام بیته من میخوام داداش شیش یورو من بدم واسه یه نه شیش یورو نیست 2.45 داداش شلوغش میکنه 2.45 آها بعد این مثلا 10 یوروه آره 2.45 هاشم 2.45 داداش دو چه با بنجه خب دسته نیست دسته با من خریدمون هم کردیم و روزا حساب بکنه بخ بخ عجب آخه من هنوز چیز میز میخواستم کجا داری میگی؟ من الان باید لباس همو در بیارم یه 25 دقیقه برم یه چون خب اینم از 25 دقیقه توی سولار تا پوشیدم برم بیرون باشه منتظر بیرون خب من اومدم از سولار بیرون من همه ناخونام گرفتم اینو نگرفتم بزا هشم بناسه اینو یادم رفته بگیرم دستان نگاه چه برونز خوشگل بزا خاموشش کنم ناخونه یه مامان این چرا این ناخونام یادم رفته اینو یادم رفته بگیرم خب وسط خیابون میخواد ناخونشو بگیر بگیر خیلی کثیفی هاشه خاک تو سرت نکنه یارو داره نگاهت میکنه نگاه کنه دیدم جور میکنه
ناخونگیره دیگه. ماشین وسط خیابون داره ناخون میگیره. چقدر ناخونگیرش نرمه. آها خب خدا رو شکر. چقدر شیک و شهلا بود. بیا بذار تو کیفت گم نکنم. چه الان کثافته. یه روز دلم میخواد بیام اینجا غذا بخورم. آه ولم کن. کلن استایل سبزیجاتی و سالاک بالاک با اون لحی بول و ایناس کمر منو بگیم که پاره است. بچه من موام جدیدم بد شده هاشم. سر حالم داره به هم میخوره. آقا داریم میریم زاتورن. هاشم فکر کنم میخواد یه دونه استریم دک بگیره. بعد بریم ببینیم دار. استریم دک کسی برام نمیگیره. بریم استریم دک بگیره. استریم دک کسی. من میخواستم واسه تولد پارسالت بگیرم. حالا هنوز دیر نشده تولد امسال. تولد من چند وقت دیگه است؟ چه فکری واسه من کردی؟ چه فکرشو میکنم میبینم که اصلا من با تو هیچ رفاقتی ندارم. موافقم. اگه تمومه که تمومه. نه کادو میخوام، نه خودتو میخوام، نه هیچی. واقعا چوو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 و
یا میگیری یا نمیگیری، یا خدافظ یا هر شب قبلش میرینم تو این رفاقت. آها فرداش آشتی میکنم. در صورت من کادوی خوب میخوام. یک عدد فلش مموری مارو بینیم بابا. این قسمت رو واسه بچه‌ها درست کردم که بی ادب و بی تربیتن ماماناشون میان میذارنشون اینجا جای هاشم. هاشمو الان باید بذاریم اونجا بازی کنه، من برم قشنگ راحت با خیال راحت خریدمو بکنم رو مخ من نره. آره خودشم گفت آره آره. دیدی بچه کاپشن هاشم سوراخه. صندلی های ریزه رو بدم میان. چرا واقعا؟ خیلیش هاشمانگار داره هستریم دک داره میخره، من اینجا یکم نشستم شیل طوری سن. الان اینو خراب کردن یا کلان اینطوری هست؟ بله درسته. فکر کنم یکی رو خرابش کردن چون، ولی اینم تقریبا شلووله جنس آشغال خوشم نمیاد اصلا. صندلی های ریزه یه جوریه ولی الان مالا کرسه خوشگلتره استیبلتره. خدا چی شد هاشم؟ ناراحت شدم. یه برند دیگه ولی داشتش. آره مال الگاتو فکرم 130-140 تا باید باشه. خواستم بابا 80 آه توی کوچولو هاشم دوازده تا شیش تا. ای بابا همینه دیگه. خواستی آنپکش هم بکنم برات اینجا ویدیو آنباکسش هم بگیر. نه نمیخواستم. راستشو بخوای نه. چه دافی رفت گذشت آخه رفت ندید. هاشم رفت خونهش خدافزی کردیم، منم دارم میام سمت خونه. اینم از ولاگ امروز که شما رو به خودم بردم هم امتحان بدم هم یه کوچولو رفتیم بیرون رو گشتیم و صابونه خوردیم و اینا. امیدوارم که لذت برده باشین این ولاگ. باز این سربالایی اومدم بالا نفس نفس دارم میزنم. خودم هم خیلی خستم چون از ساعت 6 صبح بیدارم. الان دلم میخواد فقط برم خونه چیل کنم، یه لیوان آب بخورم. ویدیو رو لایک کنید، کامنت یادتون نره. کانالم اگه ساب نکردین حتما ساب بکنید و اگه دوست دارید بازم اینجوری براتون ولاگ بگیرم برام بنویسید و ان شاءالله که دفعه بعد امتحان قبول بشم. امیدوارم. ویدیو بعدی میبینمتون.